خواهش جامعه میکنم. بشیم. ولی اگر امیدوارم به آقای حال بر روی سن بودن تب... هر کدوم از دوستانی که بودن حتما به هر حال اون چه که مطرح میشه، من امیدوارم که به دور از هر گونه توهم باشه، مغلطه و سفسطه و بزرگ نمایی. صحبت ما گفتگو هستش بین ایرانیان و اینی که به هر حال ایرانی آزاد داشته باشیم و اینی که در حال حاضر ثبات منطقه‌ای که به خطر افتاده به خاطر ایران حراسی و اسرائیل حراسی به گونه ای بتونه برگرده به اون جایی که به هر حال آنچه که ایرانی و ایران به صورت استقلال خودش و اینی که یک دموکراسی و مردم سالاری در این مرز و بوم مستقر بشه. یک. دو، اگر ما بخوایم بحث و گفتگویی داشته باشیم، من وارد ساختار سیاسی هر دو کشور نمیشم، حالا کدامین موجودیت همدیگر را به خطر میندازند و تهدیدهایی که از نظر غنیسازی اورانیوم و رسیدن به آستانه بمب اتمی که 84% هست و اینی که تا چند اندازه این بحث و گفتگویی که با جناب رضا تقی‌زاده داشتم که ایشون به هر حال به گونه دیگر مسائل رو مینگرن، یک نگرش ریال پولیتیکس داشته باشیم از وضعیت کنونی منطقه. نکنید در حال حاضر یکایک که کشورها از شیخ نشین های خلیج فارس گرفته تا به هر حال کشورهای منطقه‌ای خاورمیانه به دنبال پیمان هایی هستند که هژمونی منطقه‌ای رو به گونه ای ثبات ببخشه با وضعیتی که پیش اومده، اون از یک طرف تهدیدهای جمهوری اسلامی حالا وارد فاتح و موشکهای هایپرسونیک ها غیره نمیشن، ولی به هر حال با آنچه که در نظر بود که در دوران کری و در دوران اوباما اینها بتونن با برجام یک بدون در نظر گرفتن به هر حال تهدیدهای موشکی و بالستیکی و پهپادهای انتحاری و تروریسم و آنچه که در جمهوری اسلامی میگذشت، حالا معادلات بین میدان و دیپلماسی در هژمونی منطقه ای، امروز در حال حاضر ایران به دنبال آشتی به کشورهای عربی است به هدف، یعنی با در نظر گرفتن منزوی کردن اسرائیل و آسیب رساندن به روند عادی سازی و ادامه حمایت به گونه از تروریسم، حالا میتونه جهاد اسلامی باشه، حماس باشه در غزه، از طریق موشکبرانی و پشتیبانی که از طرف قطر، از طرف ترکیه، از طرف جمهوری اسلامی به اونها میشه، از نظر تسلیحات، از نظر آموزشی، از نظر به هر حال پشتیبانی مالی که بتونن تهدیدی رو از جنوب بر اسرائیل داشته باشند. از طرف دیگه با اون قدرت همایی و آنچه که در 2005-2007 بود و اینی که روی کار آمدن حماس در غزه و اینی که یک روندی داره به طرف یعنی به اون به این سو داره میره که دولت خودگردان فلسطینی با وجود آنچه که گفته شده بود از نظر قرارداد اسلو، اونطور که باید شایده حافظ ممکنه نباشه و اینی که ما مورداری رو داشتیم که در همون موقع که در دوران اسلو بود که زندیات رابین یعنی وضعیت رو به گونه‌ای داشتن، بحران رو کنترل میکردن و به سوی قرارداد صلح داشتن میرفتن با دولت خودگردان فلسطینی و یاسر عرفات و غیره، دیدیم که با انتفاده روبرو شد، حالا انتفاده اول، انتفاده دوم 1992، بعدا 2000، 2001 غیره، و اینی که آنها به دنبال سازش نبودن و به دنبال آن بودن که نه 97% که حتی اولمرت نیز خواهان آن بود که در اختیار دولت خودگردان فلسطینی بگذاره، که الان هم در حال حاضر کنترل رو در سه بخش A, B, C در اختیار داره، یعنی A در اختیار دولت خودگردان فلسطینی است از همه نظر، حتی میشه گفت پلیس برای خودش داره و اسلحه حدود 40,000 تا اسلحه نیست در اختیارش گذاشتن و جیب و
دورهای آموزشی که CIA در اختیارشون گذاشته بکنن حافظ منافع مردمان